جایی که الان سئول قلقله است و روز آخر نمایشگاهه، با موتور میریم کارو جمع کنیم. آماده ای؟ خب روز آخر نمایشگاه اومدیم یه چند تا ویدیو بگیریم. نمایشگاه صنعت بالاخره آنچنان هیدرولیک و پنوماتیک توش نقشی نداره، اما اختراعات باحال ایرانی و یک سری سیستمایی که کپی برداری شده از خارج رو توی این نمایشگاه میتونیم ببینیم. به نظرم چیز باحالی در میاد. اگه جذاب بود پارت دوش هم میذاریم، پارت یکی چه کامل ببینیم. اگه گفتی پنوماتیکی میده که کار کنه، هیدرولیک رو کار کن. آج امیر بیا اینجا نگاه کن، توی دستگاه جوش تو سیستمای جدیدی که 0 تا 100ش هم مونتاژ ایرانه، این وسط بس به من بگو کامپکت داره چیکار میکنه. جک هایی که برای سیستمای پنوماتیک استفاده میشه، یه ورود یه خروج، میبینید جا به جایی کمی داره. کامپکت هم جای کمی میگیره، هم تعادل خیلی بهتری داره روی باقی جک ها و میاد از شیلنگ های هیدرولیک هم میبینیم که توش استفاده کرد. بالاترش خوب نگاه کن و سیستم بغلش هم نگاه بندازیم ضرری نداره. باز اینجا یه دونه جک داره که اگه فکر کردی این جکه هیدرولیکه سخت در اشتباهی. چرا؟ چون یه نگاه پشتش رو بندازیم کمپرسور قسمت بالاش کار شده، این قسمت یه واحد کار شده که البته اینا تماما چینیه. یه واحد اینجا کار شده، شیرش اونجا، یه جک داریم، یه دونه اون. برای چی استفاده میشه؟ صفحه متحرکی که بالای جوشمون قرار گرفته یه جا به جایی، یه کورسش جا به جا میشه که ما خیلی راحت با سیستم پنوماتیک این کار رو داریم انجام میدیم. یه سیستم روباتیکی که ما توی ویدیو قبلیمون توی یوتیوب هم گذاشتیم، اگه نگاه کنی 50% این سیستم تماما پنوماتیکه. برای حرکت‌های طولیش اومده از یه گریپر استفاده کرده که ما می‌بینیم باز برای جا به جای بالا با پایینش رو خود بدنه اصلی ربات شیلنگ‌های پنوماتیک رو کار کرده. اما برای قسمت چرخشیش که به اصطلاح تو هیدرولیک بهش میگیم هیدروموتور یا موتور هیدرولیک، داستان کلا متفاوته. اما جک‌های کوچیکی که می‌بینید تو سیستم‌های پنوماتیکش ما زیاد می‌بینیم، اینا تا 8 بار ماکسیمم فشار بادشه که ما اگه قطع کارمون بتونه توی دهانمون قرار بگیره خیلی راحت کار جابجایی رو انجام میده. اسمش ربات دلتاه، بعد کار جابجایی رو انجام میده، کار سوا کردن رو انجام میده و اینکه تا وزن 3 کیلو هستش. مثلا بخوام مثال بزنم، شما یه کارخونه سیب داشته باشی که توش سیبای کرم خورده باشه، میدونه رو تشخیص میده و جابجا میکنه براتون. قسمت های مختلفش استفاده میشه. من نگاه بکن دوباره شیلنگ پنوماتیک میبینیم که اینجا استفاده شده. برای اتصال بس شده. چی میبینی اینو تو سیستم پنوماتیک؟ توی جکی یه طرفه میبینی. زمانی که درش باز بشه امیر از تو تابلو بگی. اینجا خیلی میتونه یه ایده ترفند خیلی ساده که با سیستم پنوماتیک هم هزینه مناسبی در نهایت در میاد واسش، یه خنک‌کاری جذاب واسه تابلو برامون به وجود آورده. میبینی که هم برای مکش استفاده میشه هم چیزای دیگه. فکر کنم یه ایده فوق‌العاده جالبی بشه. یه سیستمی دیدیم که بالاخره رسیدیم به هیدرولیکا. یه همچین بکیو عکس کار خود کار. قسمت بالا رو نگاه کن. یه سری جکایی داریم که معمولا نه جک یه طرفه است نه جک دو طرفه. جک دو شفت هیدرولیک رو داریم میبینیم. جکی که میشه گفت هم برای انتقال فشار خیلی میتونه به ما کمک کنه، هم کورس حرکتی مناسبی به ما میده. شیرای هیدرولیک پشت کار سوار شده. طبیعتاً ما جکامون چون میخوایم هر جایی که دلمون میخواد توقف داشته باشه، اومدیم شیرای دو طرفه گذاشتیم. شیرایی که 3 تا حالت به ما میده برای هر کدوم از جک‌ها. حالا یه سوال فنی اینجاست که شما توی کامنت‌ها بذارید ما چند تا جک داریم می‌بینیم؟ 1 2 3 4
یه دونه جک هم وسط استفاده شده که یه طرف است، ولی ما سه تا شیر کنترل جهت داریم اینجا. یکی از نکته‌های جالبش همینه، در صورتی که ما یه بلوک فرمان داریم که باید بیاد و همش اونجا قرار بگیره، اما یه نگاه به شیلنگای ورودی خروجیش بکنیم میبینیم که کاملا درسته. قسمت جلویی کارم یه نگاهی بهش بندازیم، میبینی یه صفحه ثابت داریم که پایینش یه جک کار شده که شکل پرو نوشته باشه، اما قسمت بالاییش برای جابجایی فشار، برای اینکه بتونیم انرژی رو پخش کنیم و به جای اینکه یه دونه جک قطر بزرگ بذاریم، اومدیم چند تا جک هیدرولیک گذاشتیم که هم قیمت مناسبی در بیاد براش، هم کنترل راحت تری داشته باشیم. حاج امیر این برام یه دونه جک حرکت افقی داره، اگه بگیری این جکر هم یه دونه بگی نکن. برای حرکت افقی کارم یه دونه جک 4 میلی هیدرولیک اینجا داریم، یه قطر 63 داره، آنچنان کاری برامون انجام نمیده، فقط برای تنظیم حرکت افقی قالبمونه و صفحه‌ای که میشه گفت ثابته و با جک قرار کار کنه. داره رو میخواد یکا ورودی حرمه. سیستم هیدرولیک دیگه داریم میبینیم، جک های بالایی رو نگاه کن، یه جک دو تا جک دو طرفه داریم میبینیم که البته بخواییم تقسیمش کنیم میشه سیستم چپ و راست، که سیستم راستی یه جکی داره که دوباره حالت پرسه، اصلا چیز سختی در نظر نگیرش، ما یه پرسی داریم که عمودی 4 میلی مهار اومده صفحه بالایی به پایینی اتصال پیدا میکنه، اما باز قسمت پایینش رو نگاه کنی یه جک بزرگ به عنوان جک پرون استفاده شده براش، خیلی راحت برای هر کدومش، ولی سیستم جذابی که هست بالا پشت جک ها رو نگاه، دو تا شیلنگ بوده، یه سراهی زده شده و شیلنگا به هم ربط داده شده، اینطوری هم شیلنگ کمتری داریم هم برای انتقال نیرو و دقت کارمون اومدیم شیرای کمتری استفاده کردیم، یعنی خروجی به قول معروف بیه جک‌ها رو وصل کردیم به هم، اینطوری هم حرکت منظم‌تری داریم هم کنترل بهتری رو جک‌هامون داریم. اینم یه مدل پرس که من بیایم دوباره تو پنوماتیک خیلی فاصله گرفتیم، نگاه کن اینجا باز یه مدل متفاوت رو داریم می‌بینیم، قسمت پایین شما نگاه کنید، برای هر سیستم پنوماتیک نکات اولیه اینه که یه واحد مراقبت داشته باشیم، یعنی هم تنظیم فشار هوا، هم رطوبتش رو بگیریم، هم روغنکاری بشه که هوای خشک وارد سیستممون نشه، رد اونا رو بگیریم میرسی به شیلنگای پنوماتیک، شیلنگای پنوماتیکی که اومده وصل شده دوباره به جکای قلمی، اینا دیگه جکای مینیاتوری نیستش، رو بدنش سنسور داریم، سنسور حرکت خطی، یعنی اگه ما بخوایم 2 سانت از اینو بدیم یه کات بده به سیستممون، یه سوئیچ بده، می‌بینیم که این جک خیلی راحت داره به کارمون میاد و یه دونه این برداریم یه دونه هم این برداریم، قسمت باقی کار میره توی چی؟ میره توی ماشین سازی و کارهای مختلفش، اما بیس کار برای جابجایی دستگاه جوش، دستگاه پرس، حرکت‌های خطی، طولی، عرضی، نگاه یه دونه جک هم اینجا داریم، همش پنوماتیکه، باز بگو پنوماتیک نقشی نداره، جکی چرخشیمون هم اینجا داریم، علاوه بر حرکت طولی میتونیم یه جکی داشته باشیم که 180 درجه 360 درجه برامون بچرخه، اگه تو وزن 200 کیلو 100 کیلو باشه. این جذاب ترین قسمت این غرفه بود دیگه، به هر حال انقدر چیزای کوچیک دیدیم این کارو جمع میکنیم. بازم اگه فکر کردی هیدرولیکه سخت تر اشتباه، یه نگاه بکن بالا دو تا جک قطر 160 داری، حالا کورس 200 300، کاری نداری، وظیفه هندل کردن صفحه بالایی و به قول من صفحه متحرکمونه داریم که یه حرکت ارتجایی و رفت و برگشتی منظمی به سیستممون داده، شاید بشه گفتش که دقیق ترین و شیک ترین سیستم پنوماتیک به وسیله این سیستم داره کنترل میشه. اما بیایم روی صفحه افقی که جلو داریم هم باز جالبه، نگاه کن دو تا لاین این ور اون ور شیلنگای پنوماتیک کار شده، پس ادامه بدی مسیر رو میبینی که پر از عملگرای مینیاتوری پنوماتیکه، دنبال این بودم بهتون نشون بدم. نگاه کنید یه سری جک ها، جک های دو شفت، تین یا گریپر اینجا توی سیستما خیلی به کار میاد، نگاه اون قسمت بالا که حالا کار طولیشو داره انجام میده، اما ما صفحه یا ورق مثلا پلی‌امید
آهنی، مسی، هر چیزی که وزن زیادی نداشته باشه روی این دو تا صفحه خیلی راحت میتونیم کنترلش کنیم. نگاه کن، برای هر کدوم سیستما که میتونیم طول صفحه‌مون مثلا 1 متر، 1 متر و نیم، 2 متر باشه، برای فیکس کردنش اومده از گریپر استفاده کرده. به اینا میگیم گریپر. خب و برای قسمت رفت و برگشتش اومده شیلنگ‌های پنوماتیک روش استفاده شده که اگه اون قسمت هم ما بگیریم یه شیر هیدرولیک داریم میبینیم. اون قسمت وسط رو نگاه کن و پشت کارم که یه پرشر سویچ داریم. طبیعتاً هر جه سیستم پنوماتیک دیدی هم کمپرسور میبینی، هم پرشر سویچ میبینی، هم فیلتر رگلاتوری که اون وسط استفاده شده. این میشه یه سیستم پنوماتیکی که با توجه به مکانیزم فوق‌العاده جالبی که رو جک‌های بالا داره، ما اومدیم یه حرکت ثابتی داریم از سیستم میگیریم. خب یه سیستم دیگه ای که چه تو پنوماتیک چه تو سیالات مایع نه تنها باد استفاده میشه، انگل ولوایی که تو سیستم میبینیم، یعنی شیرای زاویه دار، شیرای زاویه ای که شما دارید میبینید. سلام. سلام. خب این نمایش که سند بود، چند تا ویدیو گرفتیم، چند تا ویدیو هم در نیومد. دست و دلم دیگه به ویدیو گرفتن از هیدرولیک و پنوماتیک و غرفه ها نرفت، چون که صنعت ایران تو 50 سال پیش مونده، هنوز سر 4 تا ویدیو فکر میکنن که بحث دزدیدن طرحه و رو ویدیو گرفتن و اینا خیلی مشکل داشتن. همه گفتن که چرا ویدیو میگیری بعضی غرفه ها، در صورتی که یه سری از دوستان خودشون تقاضا میدادن که ویدیو بگیریم. یعنی اختلاف خیلی زیاده، اگه پیشرفت نمیکنیم خودمون انتخابای اشتباه داریم میکنیم، برخلاف که اسمش نمایشگاهه یه باگی روی کار هست همچنان و نکته مهمتری نیست. یه گریزی بود از یه نمایشگاهی که میشه گفت تا 70% صنعتی که بازم دیدی پنوماتیک و هیدرولیک نقش خیلی زیادی تو همه سیستماش داشت، ولی پنوماتیک بیشترین نشون میده که پنوماتیک نقش بزرگتری داره تو صنعت 10 سال آینده. مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. بازم سابسکرایب و لایک یادتون نره. قسمت دومش هم خواستید بگید بذارید.